أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. زوال ناپذیر و پربرکت است کسی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا بین دهنده جهانیان باشد، خواندی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود انتخاب نکرد و همتایی در حکومت و مالکیت ندارد و همه چیز را آفرید و به دقت اندازه گیری نمود. آنان غیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیدند، معبودانی که چیزی را نمی آفرینند بلکه خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خیش نیستند و نه مالک مرگ و حیات و رستاخیز خیشند. کافران گفتند این فقط دروغی است که او ساخته و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند. آنها با این سخن ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند و گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود. گو کسی آن را نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند. او همیشه آمرزنده و مهربان بوده است. گفتند چرا این پیامبر قضا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند؟ گنجی از آسمان برای او فرستاده شود یا باقی داشته باشد که از میوه آن بخورد و امرار معاش کند؟ و ستمگران گفتند شما تنها از مردی مجنون پیروی می کنید. ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند، آنگونه که قدرت پیدا کردن راه را ندارند. زوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد، باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است و اگر بخواهد برای تو کاخهایی مجلل قرار می دهد. اینها همه بهانه است، بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتشی شعله ور و سوزان فراهم کرده ایم. هنگامی که این آتش آنان را از مکانی دور ببیند صدای وحشتناک و خشمالودش را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند و هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شوند، در حالی که در قل و زنجیرند، فریاد واویلای آنان بلند می شود. آنان گفته می شود امروز یک بار واویلا نگویید بلکه بسیار واویلا بگویید. پیامبر بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده شده، بهشتی که پاداش اعمال آنها و قرارگاهشان است، هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده ایست مسلم که پروردگارت بر عهده گرفته است. خاطر بیاور روزی را که همه آنان و معبودهایی را که غیر از خدا می پرستند جمع می کند. آنگاه به آنها می گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنان راه را گم کردند؟ پاسخ می گویند منزهی تو، برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیایی برگزینیم، ولی آنان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا اینکه به جای شکر نعمت یاد تو را فراموش کردند و تباه و هلاک شدند. خداوند به آنان می گوید ببینید این معبودان شما را در آن چه می گویید تکذیب کردند، اکنون نمی توانید عذاب الهی را برطرف بسازید یا از کسی یاری بطلبید،
و هر کس از شما ستم کند عذاب شدیدی به او می چشانیم. ما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه قضا می خوردند و در بازارها راه می رفتند و بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قرار دادیم. آیا صبر و شکیبایی می کنید و از عهده امتحان بر می آیید؟ و پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده است. کمی که امیدی به دیدار ما ندارند و رستاخیز را انکار می کنند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم؟ آنها در باره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند. آنها به آرزوی خود می رسند، اما روزی که فرشتگان را می بینند روز بشارت برای مجرمان نخواهد بود، بلکه روز مجازات و کیفر آنان است. و می گویند ما را امان دهید، ما را معاف دارید، اما سودی ندارد. و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم. بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. و به خاطر آور روزی را که آسمان با ابرها شکافته می شود و فرشتگان نازل می گردند. حکومت واقعی در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود. و به خاطر آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می گزد و می گوید ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم. او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود. و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. و پیامبر عرضه داشت پروردگارا قوم من قرآن را رها کردند. آری این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم، اما برای تو همین بس که پروردگارت هادی و یاور تو باشد. و کافران گفتند چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شود؟ این به خاطر آن است که قلب تو را به وسیله آن محکم داریم و از این رو آن را به تدریج بر تو خواندیم. آنان هیچ مثلی برای تو نمی آورند مگر اینکه ما حق را برای تو می آوریم و تفسیری بهتر. تو گمراه نیستی. آنان که بر صورتهایشان به سوی جهنم محشور می شوند بدترین محل را دارند و گمراه ترین افرادند. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و برادرش هارون را یاور او قرار دادیم و گفتیم به سوی این قوم که آیات ما را تکذیب کردند بروید، اما آن مردم به مخالفت برخاستند و ما به شدت آنان را در هم کوبیدیم. قوم نوح را هنگامی که رسولان ما را تکذیب کردند غرق نمودیم و آنان را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم و برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته ایم. همچنین قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس، گروهی که درختان صنوبر را می پرستیدند و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند هلاک کردیم و برای هر یک از آنها مثلها زدیم و چون سودی نداد همگی را نابود کردیم. آنها مشرکان مکه از کنار شهری که باران شر، بارانی از سنگهای آسمانی بر آن باریده بود، دیار قوم لوط،
گذشتند، آیا آن را نمی دیدند؟ آری می دیدند، ولی به رستاخیز ایمان نداشتند. و هنگامی که تو را می بینند، تنها به باد استهزایت می گیرند و می گویند آیا این همان کسی است که خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته است؟ اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم، بیم آن می رفت که ما را گمراه سازد. اما هنگامی که عذاب الهی را ببینند، به زودی می فهمند چه کسی گمراه تر بوده است. آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟ آیا تو می توانی او را هدایت کنی؟ آیا گمان می بری بیشتر آنان می شنوند یا می فهمند؟ آنان فقط همچون چهار پایانند، بلکه گمراه ترند. آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد، سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم، سپس آن را آهسته جمع می کنیم و نظام سایه و آفتاب را حاکم می سازیم. او کسی است که شب را برای شما لباس قرار داد و خواب را مایه استراحت و روز را وسیله حرکت و حیات. او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم تا به وسیله آن سرزمین مرده ای را زنده کنیم و آن را به مخلوقاتی که آفریده ایم، چهار پایان و انسانهای بسیار، می نوشانیم. ما این آیات را به صورتهای گوناگون برای آنان بیان کردیم تا متذکر شوند، ولی بیشتر مردم از هر کاری جز انکار و کفر عبا دارند. اگر می خواستیم در هر شهر و دیاری بیم دهنده ای برمی انگیختیم. بنابراین از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن قرآن با آنان جهاد بزرگی بنما. او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد، یکی گوارا و شیرین و دیگر شور و تلخ، و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. گویی هر یک به دیگری میگوید دور باش و نزدیک نیا. او کسی است که از آب انسانی را آفرید، سپس او را نسب و سبب قرار داد، و پروردگار تو هموار توانا بوده است. آنان جز خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنان سودی می رساند و نه زیانی، و کافران همیشه در برابر پروردگارشان در طریق کفر پشتیبان یکدیگرند. ای پیامبر، ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادیم. گو من در برابر آن هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. این پاداش من است. توکل کن بر آن زنده ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود. آفدان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان
منزلگاه‌هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنائی و بزرگواری می گذرند. کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می کنند و کسانی که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام است، سلمن آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است. و کسانی که هرگاه انفاق کنند نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری، بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید. عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و همیشه با خاری در آن خواهد ماند، مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است. کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد به سوی خدا بازگشت می کند و پاداش خود را از او می گیرد. و کسانی که شهادت به باطل نمی دهند و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه از آن می گذرند. و کسانی که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوش زد شود کر و کور روی آن نمی افتند. کسانی که می گویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان، آری آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می شوند، حالی که جاودانه در آن خواهند ماند. چه قرارگاه و محل اقامت خوبی! به پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد. شما آیات خدا و پیامبران را تکذیب کردید و این عمل دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد.